سلام بینندگان عزیز. امریکایی ها در گفتگوهای مستقیم خود با طالبان چی اهدافی را دنبال می کنند؟ آیا این امر را می توان چرخشی در سیاست امریکا نسبت به افغانستان دانست؟ این چرخش در سیاست امریکا چرا و چگونه پدید آمده است؟ در همین حال قرار است در آینده نزدیک روسیه کنفرانسی را در پیوند به رویدادهای افغانستان و منطقه در مسکو راه اندازی کند. انتظار برده می شود که دست کم 15 کشوری زیربط با قضایای افغانستان در این کنفرانس اشتراک کنند. تا کنون گزارش ها بیانگر آن است که امریکایی ها و حکومت افغانستان در نشست مسکو اشتراک نمی کنند. در این صورت گفتگوهای طالبان با امریکایی ها و اشتراک طالبان در نشست مسکو در غیاب حکومت افغانستان می تواند چه تأثیری را بر جایگاه سیاسی حکومت افغانستان و طالبان در پی داشته باشد؟ در جهت دیگر آیا حکومت تازه پاکستان در سیاست های خود نسبت به افغانستان رویکرد تازه خواهد داشت؟ رویدادهای سیاسی به هم پیوسته ای که در داخل افغانستان و در منطقه در حال شکل گیری است، آینده سیاسی کشور را چگونه رقم خواهد زد؟ افغانستان به کدام سوی روان است؟ به سوی پایان جنگ ها یا مرحله تازه از جنگ ها؟ میمونان عزیز، در بحث خوش آمدید. جناب دکتر تمنا، استاد دانشگاه، جناب هارون میر، تحلیلگر مسائل سیاسی، جناب نبی مستاق، نویسنده و پژوهشگر، و جناب داوود ناجی، نویسنده و پژوهشگر در بحث ما اشتراک دارند. جناب تمنا، میخوام برای از اینکه وارد بحث شویم به صورت مشخصتر از شما بپرسم که همکن ما در چی وضعیت قرار داریم؟ یعنی رویدادهای مهمی که در داخل کشور، در منطقه، در جریان است، در حال شکل گیری است، فکر میکنین که این رویدادها چه تأثیراتی بر وضعیت خواهد داشت؟ به نام خداوند متعال، در خصوص صلح من فکر میکنم از چند منظر و مسائل اخیری که پیش آمده میشه وارد قضیه شد. یکی آنجاییست که حکومت افغانستان و طالبان ما در دو سوی ای مناظره یا معامله ببینیم. روی دیگر سکه است که ما پاکستان را به عنوان یک بازیگر دخیل ببینیم، و سوم مکانیزم های چند جانب است. من در هر سه مورد کوشش میکنم برخی مسائل خدمت شما عرض بکنم. در خصوص گفتگوهای مستقیم پیرامون صلح میان حکومت افغانستان و طالبان، علیرغم اینکه حکومت افغانستان یک بسته پیشنهادی بدون پیش شرط به طالبان ارائه نمود، علیرغم اینکه آتش بس اعلام شد در عید گذشته و در عید قربان که چند روز قبل بود، باز هم آتش بس یک جانب از طرف حکومت افغانستان اعلام شد، و چراغ سبزهای متعددی که حکومت افغانستان به طالبان داده تا کنون هیچ گونه پاسخ مثبت و تاثیرگذار بر موفقیت پروسه صلح از جانب طالبان به دست حکومت افغانستان نیامده. مضافاً که در میان طالبان هم چند دستگی وجود داره و نگاه های متعددی وجود داره نسبت به صلح افغانستان و اینکه بپیوندن یا نپیوندن. یعنی در گفتگوهای دو جانبه او چشمانداز روشنی فراروی صلح متصور نیست، حداقل در یک بازه زمانی کوتاه مدت. در بعد دیگر، تا جایی که به پاکستان برمیگرده، شما اطلاع دارید که یک پلان عمل مشترک میان افغانستان و پاکستان روی دست گرفته شده میان وزارت خانه خارجه دو کشور، و تمام راه های موجود برای تأمین و تعمیق همکاری میان دو کشور در خصوص صلح در این پلان مشترک مورد بررسی قرار گرفته شده. اما با توجه به اینکه وزارت های خارجه دو کشور بیشتر دخیل هستند، و به ویژه که پاکستان بازیگران دخیلشان در مسائل صلح افغانستان و طالبان وزارت امور خارجه نیست، یا اگر هست یک فیصدی اندکر داره، بیشتر نظامیان هستند و سازمان آیسای هست، در او عرصه ما هنوز دستاوردهای ملموسی نداشتیم. اما حکومت افغانستان امیدوار است که بالاخره این مکانیزم های پلان پیش بینی شده در پلان عمل مشترک بتوانه به یک چشمانداز روشن فراروی صلح بیاورد. میمانه مکانیزم های چند جانبه. ما چند مکانیزم چند جانبه سنتی داشتیم که در خصوص صلح در 8 سال گذشته ما به اونا مراجعه میکردیم. اول استفاده از چین بود، گفتگوهای مستقیم بین طالبان و پاکستان، طالبان پاکستان و طالب چین افغانستان، و استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت هایی که چین در منطقه دارد، که چند نشست هم صورت گرفت، اما اونا هم نتیجه ملموس و مثبتی در خصوص صلح
نداشت. دوم استفاده از ظرفیت های روسیه بود. نشست مسکو چند جلسه قبلا برگزار شده بود و من یک مکانیزم سنتی چی در گذشته که ما نشست چهار جانبه داشتیم با اشتراک روسیه بین افغانستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان. در اون نشست هم طالبان حضور نداشتن. بله، و نشست های اخیری که خود طالبان خود ابتکارش روس ها گرفتن که با توجه به مسائلی که بین افغانستان و روسیه، افغانستان آمریکا وجود داره و تعارض قدرتی که در سطح جهانی وجود داره، افغانستان خیلی علاقمند به برگزاری و مشارکت در روند مسکو نیست و نبوده. طالبان هم اول علاقمند بودن اما حال بی علاقه شدند. او هم یک مشکلی است که تنش‌هایی که بین روسیه و آمریکا وجود داره در سایر بخش‌های جهان طبیعتاً تاثیر خود میگذاره. مکانیزم چند جانبه دیگری که وجود داشت با مشارکت آمریکا، پاکستان و افغانستان بود. او هم به نتیجه منجر نشد و این مکانیزم‌ها همه تعطیل شده. فعلا سه مکانیزم در حال پیگیری است، مکانیزم چند جانبه است. یک مکانیزم قطر هست که دفتر طالبان در قطر گفتگوهای مستقیمی دارند با برخی از بازیگران زیر دخل در مسئله صلح افغانستان. دوم روند مسکو هست که یک نشست دیگر برگزار خواهد شد که طالبان در او اشتراک نمی کنند. حکومت افغانستان هم با توجه به اینکه طالبان به عنوان یک از طرف های درگیر در او نیست اعلامیه داده که اشتراک نخواهد کرد یا ضرورت به اشتراک نمی بینه. و کماکان مهره چین به عنوان یک مکانیزم چند جانبه دیگر باقی است. یعنی سه مکانیزم چند جانبه علاوه بر گفتگوهای دو جانبه بین حکومت افغانستان و طالبان، گفتگو با حکومت پاکستان و مکانیزم های چند جانبه قدیمی. تشکر جناب تمنا که ما را در تصویری از وضعیت قرار دادیم. جناب ناجی، فکر میکنید چی دلایلی سبب شد که امریکایی ها وارد مذاکرات مستقیم با طالبان شوند و با این کار خود فکر میکنید چی پیامی دارند برای دولت افغانستان یا در برابر وضعیت چی میخواند بگویند؟ با سلام به شما بینندگان و مهمانان حاضر در بحث. جنگ افغانستان رو برای امریکا طولانی ترین جنگ این کشور در بیرون از مرزهایش تعریف میکنند و ادامه این جنگ تا کنون هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ اتوریته و حیثیتی که آمریکا در جهان و منطقه داره، کم کم زیانها و ضررهایش غیر قابل تحمل میشه. به این خاطر من فکر میکنم که آمریکایی ها تصمیم گرفتن که مستقیما دامن این جنگ را بتانن جمع بکنن. یک بحث. بحث دوم این است که من فکر میکنم که حکومت آمریکا یا اداره جدید آمریکا از ظرفیت و توانایی حکومت افغانستان برای پیشبرد امر صلح ناامید شده است. حکومت وحدت ملی هم در اداره امور در داخل، در سیاست خارجی، در حتی در بیروکراسی و انجام امور روزمره بی‌ظرفیت ترین حکومت تاریخ معاصر افغانستان است. شما فکر میکنین که امریکایی ها در این گفتگوها میخوان با طالبان به تفاهمی برای صلح برسند و اون چگونه صلحی خواهد بود در حالی که حکومت افغانستان در این پروسه دخیل نباشد؟ خب در این که چگونه صلحی خواهد بود، همونطور که آقای تمنا هم توضیح دادن، اون چی که من فهمیدم و تا آنجایی که ما دنبال میکنیم، بسیاری از چیزها از جمله مهمترین عنصر که نتیجه صلح خواهد بود هنوز گنگ است. سوالهای جدی برای خیلی از شهروندان، مثلا برای شخص من به عنوان یک شهروند، وجود دارد که آیا برای آمریکایی ها فقط کاهش هزینه نظامی و کاهش جنگ مهم است یا ارزش‌هایی را که در این 17-18 سال گذشته به او تاکید داشتن، این ارزش ها هم مهم است. آیا برخورد آمریکایی ها با گروهی که در بسیاری موارد مستقیما اقداماتشان جنایت علیه بشریت تلقی شده، حملات اخیر شما دیدین که بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر و سازمان های بین المللی جنایت علیه بشریت تلقی میکنه، گروگانگیری هایشان، کشتار افراد ملکی در مراکز آموزشی، اینها جنایت علیه بشریت هستند. با این قضایا چطور برخورد میکنند؟
مسئله زنان در افغانستان برای آمریکایی ها چقدر مهم است، دموکراسی برای آمریکایی ها چقدر مهم است، و با توجه به اتفاقاتی که پیش از این رخ داده است، مثلا انتخابات 2014 و این که تمامی پروسه انتخابات و نتایج آرا و صندوق و رأی مردم و کلک هایی که بریده شد همه را آقای جان کری به یک طرف گذاشت و آمد یک دیل سیاسی را انجام داد و مردم افغانستان را در یک شاک عمیق فرو برد که آیا واقعا آمریکایی ها برای تحقق دموکراسی در افغانستان است یا آجنده های کلان دیگری دارد. خب اینها هنوز سوالات جدی هستند. ما اینکه چرا آمریکایی ها مستقیم پا پیش میگذارند و ایره و مو برنامه خود را حداقل از طریق در افغانستان از طریق حکومت پیش نمیبرند، به خاطر این است که این حکومت ظرفیت اداره امور روزمره را نداره. آمریکایی ها با این نکته را عرض کنم جناب نادری صاحب مهم است، آمریکایی ها در 4 سال گذشته موفق نشد که حکومت افغانستان را در بین شاشته بیته. آقای عبدالله غنی، جنرال دوستم و آقای غنی با والی خود، آقای غنی با وزیر خود، روزانه هر روز یک جنگ داغ کمرشکن در خود کابینه است. آمریکایی‌ها این را صلح نتانسته. با چنین دولت بی ظرفیتی چگونه میتونه در یک پروسه کلان مثل صلح به تشکر جناب ناجی صاحب سپاسگزار هستم. برمیگردم. جناب مصداق، شما چی فکر میکنین که آیا این سیاست تازه یک چرخشی در سیاست امریکا نسبت به افغانستان هست که مستقیما وارد گفتگو با طالبان میشه و این پروسه را میخواه ادامه بده، و فکر میکنید که نگاه امریکایان نسبت به رویدادهای افغانستان تغییر کرده؟ این نگاه مثلا از نگاه حکومت اوباما بسیار متفاوت شده. شما چی فکر میکنید چرا چنین شد؟ مننه. اول سلام نادری صاحب تاسو ته و د جلسه ټولو اوریدونکو ته او تاسو لیدونکو ته بلند کوم. امریکایانو په ریښتیا سره اوس دې نتیجې ته رسیدلی دي چې که دوی غواړي چې په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي، نو د دوی په ګټه ده چې په افغانستان کې جنګونه خاتمه پیدا کړي، ځکه دلته دوی اډې لري او د کوریا جنوبی نه را په دې خوا په آسیا کې دوی بل ځای نه لري غیر له ترکیې نه. دا ځای ورته ډېر مهم ده. نو طالبانو سره خبرې په همدې لحاظ فکر کوم شروع شوي دي، ځکه په جنګ کې دا خبره نتیجې ته ونه رسېده. اوس دوی شروع کړې ده. دوه نفره، یو د پنتاګون یو مامور په نامه د کولندا او یوه میرمنه چې اوس یې زما نوم په هیره شو، هغه پخوانۍ سفیره وه، شپږ میاشتونه را په دې خوا د طالبانو سره په تماس کې وو او څو ځلې دوی سره په دوبایو، په قطر او په نورو ځایو کې لیدلی دي. اوس دا بله میرمن چې د جنوبي آسیا برخه ورته په غاړه شوې ده، دېغو معلوماتو په اساس دا غواړي چې د طالبانو سره خبرې وکړي. الیس، اول نوم یې الیس ده، آخر نوم یې الیس ویلز. نو امریکایانو موقف که لږ تغییر معلومیږي، هغه دا ده چې دوی غواړي چې د لرې مودې لپاره په افغانستان کې وي. په افغانستان کې د دوی دپاره جنګونه نوره ګټه نه لري، دلته یې مصرفونه ډېر زیات شوي دي او د دوی دغه بین المللي شهرت ته صدمه رسېدلې ده. او د بلې خوا نه دا نوی ولسمشر ترامپ هم ډېر متوجه ده چې په څه ترتیب سره د امریکې مصارف په هر برخه کې کم کړي او افغانستان هم یو د هغو برخو نه ده. نو زه داسې فکر کوم چې په افغانستان کې موږ دوه برخې دي چې هغه باید نتیجې ته سره ورسیږي. هر ځای کې چې کنفرانس کېږي یا خبرې کېږي، یو طالبان دی یو حکومت ده. نو طالبان اوس راضي امریکایانو سره خبرې کوي، حکومت سره یې نه کوو. روسانو سره یې کوو، حکومت سره یې نه کوو. سعودیانو نورو عربو سره یې کوو، حکومت سره یې نه کوو. نو په دې رقم سره خو دغه موضوع تر اوسه پورې تشکر جناب مصداق، دوباره به شما برمیگردیم. بینندگان عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم، با ما باشید. با
بفرمایید نتیجه گیری سخنانتون جناب او ما نتیجه گیری دغدغه چې طالبان باید بالاخره د فیصله ته ورسیږي چې د خارجانو سره د خبرو تشویقول یا ترغیبول نسبت د افغانستان حکومت ته دلته افغانستان کې نه سوله راوستی شي نه دا موضوع حل کېدی شي نو په هر صورت سره هغه څه امکانات چې وو رئیس جمهور د کابل په دویم کنفرانس کې هغو ته د هر شي نه تیر شو په افغانستان کې درې زره علما راټول شول بیا په سعودي کې یو غټه د اوو پنځوس ملکو کنفرانس وشو دا ټول هدف همدا ده چې په افغانستان کې باید سوله راشي او دا جنگ په هیڅ صورت سره د اسلام له نظره روانه ده او باید پای ته ورسیږي جناب میر حالا امو بدنی بیشتری جنگ یا وزن بیشتری جنگ طالبان به دوش میکشند در افغانستان اونا در هیچ صورت آماده نیستن با دولت مستقیما وارد گفتگو شوند و امریکایی ها میخوان مستقیم وارد گفتگو شوند در حالی که یک پیمان نامه استراتژیک هم بین افغانستان و امریکا امضا شده فکر میکنین که آیا امریکایی ها در غیاب حکومت افغانستان با طالبان به دنبال چی اهداف میگردن چی میخوان بسم الله الرحمن الرحیم بارز سلام البته یک نقطه را ما شما باید مد نظر بگیریم که امریکا در استراتژی خود در افغانستان ناکام مونده یعنی به این مفهوم وقتی که آقای اوباما در سال 2009 تصمیم گرفت که یک استراتژی جدید برای افغانستان انتخاب بکنه و او ازدیاد نیروهای امریکایی که تقریبا مجموع نیروهای امریکایی به تنهایی از 1,20,000 زیاد شده بود و باقی نیروهای ناتو تقریبا در حدود 1,40,000-1,50,000 نیروی ناتو ما شما در افغانستان داشتیم و این برای 18 ماه بود در طول 18 ماه اینا نتونستن که طالبا را شکست استراتژیک بدن و بعد در سال 2014 وقتی که انتقال صورت گرفت از نیروهای خارجی به نیروهای افغان ما واقعا در یک بنبست نظامی قرار گرفتیم و امیدواری امریکایی بود که بنبست را حفظ بکنن نیروهای افغانی را تقویه بکنن و از سقوط شهرهای عمده جلوگیری نماین تا حکومت افغانستان تقویه شد و تقویت نیروهای افغان و تقویت خود حکومت بتانه که باعث از این شود که بنبست به نفع حکومت افغانستان به نظر شما این پالیسی چقدر درست از آب برام؟ اما این بدبختانه برخلاف شد قسمی که آقای ناجی گفتن ما با یک حکومت روبرو شدیم حکومت وحدت ملی که در داخل نتانست که نه خود را حداقل من حیث یک کتله منسجم و متحد کار بکنن برای اولی از این طالبا از این فرصت استفاده کردن فشار نظامی را زیاد کردن شما ببینید که بعد از سال در سال 2014 اگر در دوران انتخابات اتار در طول زمستان هم عملیات کردن بعد از او شهر از قندوز سقوط کرد با سال دیگرش با شهر قندوز سقوط کرد می سال جری ما شما سقوط شاهد سقوط فرا بودیم غزنی. سقوط غزنی و از همزمان به نیروهای نظامی دامنگیر یک جنگ فرسایشی شدن و تلفات نیروهای نظامی غیر قابل پذیرش است ببینید فعلا بنبست نظامی به نفع طالبا شکسته و طالبا پیروزی های زیادی داشتن نه تنها در عرصه نظامی بلکه همچنان در عرصه سیاسی طالبا از انزوای منطقوی اینا خارج شدن نه تنها که پاکستان با اینا از نزدیک همکاری داره اینا تانستن که چین برن اندونزیا برن ازبکستان برن خب در چنین موقعیتی مثلا در مذاکراتی که طالبان با امریکا داره فکر می‌کنم که طالبان خواهان چیز هستند خب نقطه حتف همی است که شما اگر خود در جای طالب خود را قرار بدین طالبی که از نگاه نظامی پیشرفت داره از نگاه سیاسی پیشرفت داره و حتی از نگاه حکومتداری هم پیشرفت داره شما نقاطی را که تحت کنترل طالب هست از یک نوع امنیت و عدالت نسبی برخوردار از به نقاطی که تحت کنترل حکومت هست فکر نمیگنین که اونجا عدالت نیست بلکه یک نوع حاکمیت ترس و اضطراب است و مردم نمیتونن اگر شما مقایسه بکنین مثلا ما از قندوز از ولسوالی هایی که تحت کنترل طالبان است ما در قندوز کار کردیم یکی از پروژه های یو اس ای در اونجا وقتی که شما مقایسه میکنین از نگاه مقایسوی حال شما یک حکومتی هستین که جامعه جانی در رقیبتان است میلیارد ها دلار در دسترستون است و شما خدمات ابتدایی اولیه را بر مردم که عبارت از امنیت است و عدالت است تامین کرده نمیتونن خیلی پس ضعف در نقطه ضعف قرار داره حکومت بنان طالبا در مجموع از موقفی که دارن حکومت را من حیث امتای خود نمیپذیرن
بنان میگن یک حکومتی که در داخل خود مشکل داره، فرسوده شده، هضم پاشیده است، از کی نمایندگی میکنه؟ یعنی یک نقطه که بسیار زیاد نمایندگی است در مذاکرات، نمایندگی بسیار مهم است. امی حکومت وحدت ملی در این شرایط فعلی از کدام کتله جریان سیاسی میتونه که در مذاکرات با طالبان تشکر. نمایندگی بکنه؟ و یکی مشکل اساسی به این خاطر است که آمریکایی‌ها مجبور هستند که مستقیم با طالبان مذاکره کنند، به خاطر اینکه اگر آمریکایی‌ها داخل مذاکره با طالبان نشن و همین وضعیت دوام پیدا کنه، ما شما یقین نداریم که سال آینده انتخابات صورت میگیره یا نگیره. اگر یک نوع سقوط سیاسی در شهر کابل قرار صورت بگیره که نظام ازم بپاشه، باز دو صورت دیگه یگانه انترلوکیتور یا امتایی که بتونه صحبت بکنه با امریکا یا طالبان باقی. تشکر از شما جناب میر. استاد تمنا، حالا قرار است در آینده نزدیک نشست در مسکو رو اندازه روسا میخوان ابتکاری رو به دست دارن. گفته میشه که تعدادی از کشورهایی که با قضایای افغانستان رابطه دارن اونجا اشتراک میکنن، از امریکایی هم دعوت شد که اشتراک میکنن. فکر میکن که روس ها آیا دارن پس از یک سکوت میخوان بسیار با یک به اصطلاح یک سکوت خود بشکنانن و با یک تقابل در تقابل با امریکایی ها وارد قضایای افغانستان شون، یا چی هدف دارن؟ بله، روسیه در حال احیای قدرت است که قبلا داشته و قول خفته یا به نحو خفته نگه داشته شده در حال برخواستن است. به ویژه آقای پوتین علاقمند است که حوزه های نفوذ سنتی روسیه را دوباره به دست بیاره. یکی از او حوزه های نفوذ سنتی با توجه به همجواریش به آسیای مرکزی افغانستان هست که روس ها میخواهند که با حضور در معادلات سیاسی و امنیتی افغانستان دو منفعت ببرند، یکی گسترش نفوذ روسیه در منطقه و یکی فهماندن به ایالات متحده آمریکا که ما هم در این منطقه هستیم و باید در مسائل و تصمیم گیری ها نظر ما هم لحاظ بشه. اما به باورم، هر چقدر که به باورم و به اساس تئوری های مطالعات صلح، هر چقدر تعدد بازیگران ما در یک صلح بیشتر شاهد باشیم، به همو تناسب ما دیرتر به صلح دست میابیم. زمانی که حکومت افغانستان در ابتدا موافقت کرد با آغاز پروسه مسکو و اشتراک کرد حتی در سطح کوچک، به نظرم یک خبط سیاسی بود. زمانی که ما وارد نشست تاشکند شدیم برای از اینکه بخشی از صلح افغانستان در اونجی بازیگران منطقه با هم بشینند، یک خبط سیاسی بود. و حالی هم که ایالات متحده آمریکا مستقیم با طالبان میخواد وارد مذاکره بشه، اگر حکومت افغانستان سکوت بکند، باز هم یک خبط سیاسی است. حالا به نظرتان سکوت کرده یا اعتراض داشته؟ در زمان حامد کرزی یک بار چنین چیزی شد در قطر که حامد کرزی بسیار به شدت مخالفت کرد. که حالا به نظرتان که سکوت است در این مورد از طرف دولت افغانستان؟ تا فعلا سکوت معنادار بوده. حکومت خوش نیست که در مذاکرات نباشه، اما وقتی به صورت واضح حکومت به یک جانب گذاشته میشه، طبیعتا نتایج از این منتج به یک صلح پایدار در افغانستان نخواهد بود. هر صلح سه جانب داره: یک طرف A، دو طرف B و سه میانجی، یک میانجی بی طرف. ما در قضایای صلح افغانستان در 8 سال گذشته این سه جانبه نداشتیم. ما اگر یک نگاه آسیب شناسانه به صلح افغانستان داشته باشیم، یا بیایم خود از عینک مطالعه ببینیم و خود انتقاد باشیم، به نظر من در چند جهت ما اشتباه کردیم در مسائل صلح. اول، تشکیل شورای عالی صلح توسط یک میانجی با طرف و نه بی طرف، یکی از طرفین درگیر ما میاریم که بیاره صلح ایجاد بکنه، این خودش یک اشتباه متدولوژیک است برای دستیابی به صلح است. این که اجازه دادیم بازیگران فراملی بیشتر دخیل بشن در پروسه صلح، این یک اشتباه متدولوژیک بود. این که طالبان به هر حال بخشی از این جامعه هستند، خواب حق خواب ناحق، به هر حال بخشی از جامعه هستند، و اگر ما دلایل مرتبط با صلح به دو عرصه تقسیم کنیم، یک دلایل داخلی و یک دلایل خارجی، به هر حال بخشی از آنچه که به داخل کشور و مطالعات داخلی مربوط میشه برمیگرده به اینکه اینا افغانهایی هستند که از این وضعیت و ساختار و سیستم ناراضی هستند. به اینا توجه نشده، به هر حال این طالبان منافع دارند. جناب دکتر سپتمانا، دوباره به شما برمیگردیم. بینندگان عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
پاسخ شما را میخواییم داشته باشیم. آیا میخوان واقعا که در افغانستان یک صلح برقرار شود و او خطری که مثلا نفوذ داعش است یا چه با کشورهای آسیای میانه از اون خطر نجات پیدا بکنه، یا اینکه اهداف دیگری داره در منطقه و خواسته که با راه اندازی چنین کنفرانس های زمینه های نفوذ خود را بیشتر بسازد؟ هر دویش. من پیشترم خدمت شما عرض کردم یک هدف روسیه احیای او جایگاه سنتی روسیه در این مناطق نفوذ است و دوم بالا بردن قدرت چانه‌زنی روسیه در معادلات بین المللی است. هر دویش میتونه باشه، اما ای که روس‌ها موفق میشن یا نمیشن من تصور نمیکنم که همون گونه که مکانیزم های چند جانبه دیگر به موفقیت منتج نشده، نشست مسکو هم به موفقیت منتج نشده. تشکر، سپاسگزار هستم. جناب ناجی، گزارش های وجود داره که ایران طالبان را حمایت میکنه، یعنی آموزش نظامی میده، و در مورد پاکستان که وابستگی هایی داره که همگان این را میگویند. حالا طالبان با امریکایی ها وارد مذاکرات مستقیم شده و در کنفرانس مسکو اشتراک میکنه، و یعنی با معلوم میشه که قبلا تفاهم هایی در رابطه با این کنفرانس ما بین طالبان و مسکو وجود داشته. شما فکر میکنید که در این مثلث یا در این مربع طالبان به جستجوی چه هدف هستند؟ خب اول کمی عقبتر بریم، بررسی بکنیم که نبود یک استراتژی روشن در جنگ و صلح از طرف حکومت افغانستان طالبان را در یک امتو که آقای میران پیشتر گفتن در یک موقعیت برتر قرار داد. شما میبینین که در ما با یک حکومت طرف هستیم، ایران، پاکستان، روسیه، آمریکا، خود مردم افغانستان با یک حکومت طرف است که این تعریف روشنی از دوست و دشمن خود نداره. یعنی طالبان کی هستند؟ شما اگر یک پرسشنامه بنویسید و همین پرسشنامه را بین 10 مقام عالی حکومت افغانستان، رئیس جمهور، رئیس شورای امنیت، وزیر خارجه، معاونینش هم توضیح بکنید، آیا فکر میکنید تعریف 10 مقام عالی دولتی از طالبان یک چیز است؟ طالبان یک روز برادر ناراضی است، طالبان یک روز مخالف سیاسی است. طالبان خب امریکایی ها در مورد طالبان همیشه سیاست چند گونه داشته، گاهی تروریست و دهشت افغان گفتن، گاهی تعدادشان وارد لیست های سیاه ساختن، و حالا هم که وارد مذاکرات سیاسی شدن به این معنی که به حیث یک نیروی سیاسی به رسمیت شناختن. خب میگم این استراتژی اشتباه یا اصلا نبود یک استراتژی روشن در مورد صلح و باج دادن های بی مورد، آزادی خطرناکترین زندانیان طالبان از زندان که هیچ کدام اینها به زندگی عادی برنگشتند، بلکه اینها به جبهات جنگ برگشتند و دولت با وجودی که میدانست، خب طالبان میآید یک شهر ویران به آتش کشیده شده را بر از اینا به میراث میگذاره. اینا حتی دو روز بعد از به آتش کشیده شدن یک دولت بدون توجه به خونهای ریخته شده و قربانیان و بدون توجه به روحیه نیروهای امنیتی خود پیشکش آتش بس میکنه. طالبان میفهمند که در چنین وضعیتی در موقعیت برترند. حالا اگر شما به جای کشورهای منطقه باشید، از یک طرف با یک دولت متزلزل ناکارا که نه اجماع ملی سر از او وجود دارد، نه حمایت سیاسی فراگیر وجود دارد، نه پایگاه مردمی دارد طرف هستید. شما چی فکر میکنید جناب ناجی که وضعیت چگونه انکشاف پیدا میکنه؟ یعنی وضعیت به گونه‌ای پیش میره که بیشتر فکر میکنید که به سود طالبان هست که روابطشان با کشورهای بزرگ هم مثلا روابط سیاسی خود را تأمین میکنن و باعث یک نیرو دارن در جهان مثلا شناخته میشن، نیروی سیاسی؟ نه فکر میکنید که وضعیت به سود طالبان است یا تا سود دولت؟ متاسفانه وضعیت به سود طالبان است، آنگونه که تا حالا پیش رفته وضعیت به سود آنهاست، به خاطر اینکه طالبان دیگه یک نیروی منزوی نیست. طالبان یک نیروی است که در سطح منطقه بسیار راحت و خوب و فعالتر و منظمتر از وزارت خارجه ما لابیگری میکنه برای خود، در جبهه جنگ و نبرد شهر پی شهر فتح میکنه، در درون حکومت نفوذ جدی داره. درست است؟ حالا اگر به قول معروف این مکتب و این ملا باشد، ما وضعیت را
من خودم شخصا به عنوان یک شهروند به شدت مایوس کننده و به ضرر مردم سپاسگزارم جناب اینا بیش از همه به ضرر مردم افغانستان تشکر. میدانم تشکر مهم این است با عرض معذرت که بهای این صلح مشکوک را کی قرار است بپردازه سیاستمداران افغانستان حکومتداران افغانستان یا مردم افغانستان تشکر شما زمان بی‌محابا عمل میکنید که خودتان بهای یک چیز نپردازید وقت بها پرداختن از کیسه خلیفه باشد او زمان عمل کردها بی‌محابا است تاوان صلح افغانستان و مردم افغانستان میتن از این خاطر نه آمریکایی ها و نه حکومت افغانستان هیچ کدام سنجشگرانه و مسئولانه در قبال مسئله عمل نمیکنند سپاسگزار هستم از شما جناب میستاق این حالا در حکومت افغانستان این گویا یک اصل است که پافشاری برای بر مذاکرات بین الافغانی خب این سخن است که دولت میگه ولی طالبان آماده نیستند با دولت سخن بگن حتی در کنفرانسی که حکومت حاضر میشه طالبان نمیخوان حاضر شن و از طرف دیگر گزارش های وجود داشت از طرف وزارت خارجه افغانستان پخش شده که اگر در حاشیه کنفرانس مسکو فرصت این مساعد میشه که ما مستقیما با طالبان دیدار کنیم ما اشتراک میکنیم خب در یک چنین حالتی این مذاکرات بین الافغانی چه مفهومی میتونه داشته باشد نو دی خلکو دیمونگ تاریخ نه یو درس یو عبرت هم داده چې تل خلق را پاچیدلی دی و موضوع حل کرده خو حالا به نمایندگی مردم حالا خو یک بخش بزرگی مردم در انحصار طالب است و یک بخش هم در انحصار تنظیم ها یا حکومت حالا که مردم جایی نمیتونن با هم بینشنن حرف بزنن اینها هستن که حرف میزنن حالا نماینده مردم هستن یا نیستن بحث دیگه درسته ده او گوره پو نن پا افغانستان که اول دا جنگ دیدی حکومت پراترو سره نده شروع شوی دا جنگ اول اسکالکی که شروع شویده او دی حکومت په دې موده کې چې په قدرت کې ده کوشش کړی ده چې دا جنگ پای ته ورسوي یا یې محدود کړي دا چې موافق شوی دي او که نه دي موافق شوي هغه بېله خبره ده نو اجماع د ملي اجماع د صلح په باره کې په افغانستان کې شته خب همي میکانیزم هایی که ما به اجماع ملی برسیم و اونجا صلح به او اجماع بیاره اون چی هست این خو یک آرمان است که ما میگیم باید اجماع ملی داشته باشیم ولی چگونه میتونیم به این اجماع ملی برسیم ګوره موږ د لومړي ځل لپاره درې زره عالمان له ټول افغانستان یو ځای کړل هغو په اوشت صفو کې فتوا ولیکله پس چرا اون فتوا تاثیر نداشت خو خبرم داده چې طالبان نه تنها هغه فتوا بلکې د حرمین شریفین د امامانو هغه څه چې وویل هغه ته توجه ونه کړه د اوو پنځوس ملکو مسلمانان د اندونیزیا نه تر مراکشه پورې چې همدا خبره یې وکړه هغه ورباندې تاثیر ونه کړو په قرآن کې ویل شوي دي چې که د یو نفر وینه ته تویوي هغه کبیره ګناه ده هغه بخل کیږي نه توجه دې ته نه کوي نو ولی داسې حال ده ما خپله معلومات په ډېرو آخر وختو کې هم داده چې پاکستان دوه سوه طالب قمندانانو ته کورون اخیستي دي چې هلته د دوی فامیلونه هم دي دوی ته معاش هم ورکول کیږي او دا کورونه ځینې د دوو لکو نه تر شپږو لکو کلدارو پورې قیمت لري وخت چې یو څوک یو قمندان په دې اندازې سره په یو چا باندې خرڅ شي هغه ته څه تفاوت کوي چې غزني سوځي او که قندس سوځي او که کوم بل ځای سوځي هغه راځي هغه څه چې بادار یې ورته ویلي وي هغه اجرا کوي اما خبره دا ده د حکومت خبره دا ده چې دې حکومت واقعا په خارجي سیاست کې موافق ده ځکه د لومړي ځل لپاره په خپله پاکستانیانو ویلي دي چې په د څلوېښتو کالو کې افغانستان داسې موافق خارجي سیاست نه درلود لکه اوسې چې لري د ملکونو نه د ناتو نه او د اروپایانو نه پیسې راځي او چې دا خپل حکومت په مخ کوزي تشکر جناب مستق سپاسگزار هستم از شما جناب میر شما چقدر باورمند هستین تشکر جناب مستق به شما برمیگردیم بینندگان عزیز وقفه کوتاه داریم دوباره به برنامه برمیگردیم با ما باشید
جناب میر، شما چقدر باور دارین که طالبان به تشویق پاکستان در کنفرانس مسکو میخوان اشتراک بکنن، یا با زمینه سازی های پاکستان طالبان به گونه‌ای با مسکو هم در پیوند شدن؟ اگر چین باشد و از طرف دیگر که مثلا گفته میشه که طالبان با ایران در یک تفاهم هستن یا کمک میشن، فکرم که یک ائتلاف در منطقه بر ضد امریکایی‌ها شکل گرفته و این ائتلاف میخواد که امریکایی‌ها را در این کشور زمینگیر بسازه؟ البته اگه به شکل واضح بگوییم، ما شما فعلا یک تقابل دو ائتلاف بزرگ در افغانستان ببینیم. یکی ائتلاف نظامی ناتو است و یکی هم ائتلاف سازمان همکاری های شانگهای است. کشورهای همسایه ما شما در شمال عضو شانگهای هستند، پاکستان عضو شانگهای است، ایران هم شاید دمی نزدیکی ها اگر نشده شوه، فکر کنم که قرار بکنه در کنفرانسی که گذاشته باشه. شما یک تقابل عملا میبینین، بدون شک که در این طالب دیگه در انزوا قرار ندارن که تنها پاکستان باشه و در رقیب ازی فعلا کشورهای همومده منطقه بیرین. طالب ها مستقیم با چینایی ها در تماس هستن، با روس ها در تماس هستن، با ایرانی ها در تماس هستن، با در آسیا کشورهای آسیای میانه در تماس هستن. یگانه کشور منطقه که در تلاش است که با طالبان هم رابطه ایجاد کنه این دوستان است، دیگه باقی همه کشورها با طالبان در تماس هستن. فعلا مشکل کلان حکومت افغانستان داره، حکومت افغانستان مشکل در روایت صلح داره. قسمی که آقای ناجی گفت، شما نمیتونین برین با دشمنتان صلح کنین در حالی که در داخل خانه‌تان دچار مشکلات باشین. اگر واقعا حکومت افغانستان میخواست که صادقانه یک روایت صلح ایجاد بکنه، قبل از اینکه بره به طرف مذاکره با طالبان باید یک اجماع ملی را در داخل افغانستان باید ایجاد میکرد. تمام کسانی که روند سیاسی کنونی را ازش پشتیبانی میکنن، اینا باید شریک میبودن. ببینین بار اولی که رئیس جمهور اعلان کرد که ما پیشنهاد صلح با آتش بس با طالبان میکنیم، از یک سالون تنها میتونست که در عقب خود تعداد زیادی از رهبرهای سیاسی، از جامعه مدنی، از شخصیت های برجسته افغانستان داشته باشه که من به نمایندگی از یک ملت میرفت. حالا رئیس جمهور اشرف غنی به نمایندگی از یک کابینه که متلاشی شده میره به طرف سال. و اگر من به جای طالب باشم، ما پرسان میکنیم که شما است که قسمی که در بیچاری کنفرانس ها طالب ها میگه پاره به کسایی که غیر مستقیم از دولت نمایندگی میکردن، گفتن که شما است که نمایندگی میکنین، از جنوب نمایندگی میکنین، از جنوب شرق نمایندگی میکنین، از شمال، از شمال شرق، از شمال غرب. شما یک گروهی هستین از تکنوکرات هستین که از بیرون اومدین، فردا پاسپورت هایتون رو گرفته دوباره خارج از افغانستان میرین وقتی که شرایط به اصل مبدأ و اساس کسایی است که قسمی که آقای ناجی گفت زندگیشان وابسته به افغانستان است، خیر و شرشان وابسته به افغانستان است. تا زمانی که شما این مردم را با خود نداشته باشین، هیچگاهی در پروسه صلح شما موفق نمیشین. روایت دکتر نجیب الله در زمانش، روایت صلحش به تناسب نسبت به روایت صلح دکتر اشرف غنی بسیار قوی تر، محکم تر و تانست که حداقل تاثیرات بالای مجاهدین داشته باشه. فعلا شما ببینید که وقتی که رئیس جمهور صحبت میکنه، صحبتش نه اینکه که این صحبت بر امریکایی ها است و زیادتر جنبه سخنان زیادتر غربی هاست تا ای که مردم افغانستان هاشون یک تا ای زمانی که حل نشه. ببینین امسال طالب شهر سقوط داد، روابط دیپلماتیک خود گسترده ساخت، شاید که سال آینده در اطراف کابل اینا خطوط جبهشان باشه. حالا میگن که در طرف جنوب شرق کابل، در غرب کابل فعلا طالبان عملا حضور دارن. تشکر جناب میر. استاد تمنا، یک بحثایی هم هست که گویا امریکایی ها در تلاشی هستند که طالبان با این حکومت یک حکومت ائتلافی بسازند و حتی گاه گاهی هم بحث بن دوم مطرح میشه. فکر میکنین که تاریخ تکرار خواهد شد در افغانستان؟ دوباره ما برمیگردیم به اون دورهای مثلا 10 سال پیش؟ روی کرده که دولت آقای ترامپ نسبت به مسائل افغانستان داره، همون روی کرده جمهوری خواهی است که جورج دبلیو بوش در سال 2001 و 2 و در 8 سال مأموریتش در قبال افغانستان داشت. به ویژه استراتژی که اینا برای افغانستان و جنوب آسیا تدوین کردن و آقای ترامپ رو اعلام کرد، وقتی که جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا شد و زمانی که چند روز قبل سلمه خلیلزاد
نماینده خاص ایالات متحده آمریکا شد، دوباره امو فضای پس از 11 سپتامبر 2001 و نوع نگاه جمهوری خواهی آمریکا به افغانستان احیا شده. اینا همه نشان میده که آمریکا یک نگاه عملگرایانه و نتیجه گرایانه به مسائل افغانستان داره. این جنگ 17 سال بعد به نحوه تمام بشود. اما این تمام شدن لزوما به میل و به نفع حکومت افغانستان شاید نباشه. یک از گزینه‌هایی که من فکر میکنم یک به عنوان یک سناریوی مرجح و ترجیح داده شده توسط آمریکایی‌ها پیگیری میشود ایست که طالبان هم به عنوان بخشی از جامعه افغانستان در این قدرت سهیم بشوند. طالبا به سه گروه تقسیم میشند. بیشتر جناب آقای مستاق هم شما یک سوال کردن که من میخوایم در این دل سوال به او سوال هم پاسخ بگویم که چرا نشست 3000 نفری علما یا نشست مکه شریف یا اندونزیا پاسخ نمیده. ما طالبان باید به سه گروه تقسیم بکنیم. گروه اول ایدئولوگ ها هستند که برایشان برقراری حکومت دینی و سیطره ایدئولوژی اسلامی برایشان حرف اول است و اونا میخوان حکومت اسلامی در افغانستان ایجاد بشود. گروه دوم جنگاوران هستند. اینا جنگ میکنند در بدل پول. جنگ شغلشان است. هر کس که پول بیشتر بده اینا جنگ میکنند. گروه سوم که نه ایدئولوگ هستند و نه جنگاور، اینا یاغیا، باغیا، نظم ستیزها و سیستم گریزهای افغانستان هستند که وجود حکومت مرکزی و وجود سیستم به نفع ایشان نیست. اینا میخوان قاچاق مواد مخدر بکنن، میخوان که اقتصاد جرمی داشته باشن. ما وقتی میخوایم درباره صلح گپ بزنیم، هر سه تا از این گروه ها خواسته های متعدد دارند. کسی که ارگ میخواد ما نمیشه بیاریم برش نجاری یاد بدیم که شما بیا نجارش رو یاد بگیر یا تفنگ خود بیاد یک لگ افغانی بگیر. من فکر میکنم که امریکاییان به این نتیجه رسیدند که در صحبت پیرامون صلح باید با هر کدام از این سه گروه طالبان سه قضای مختلف داد. امریکایی‌ها علاقمند هستند که صلح در افغانستان بیاید و کسانی که قدرت در افغانستان میخوان ایدئولوگ‌ها حداقل بخشی از افغانستانی که بیشترین شباهت‌های فرهنگی، ایدئولوژیک و باوری را و ارزشی را با او طالبان داره و طالبان هم خواهان او مناطق هستند، اون توسط طالبان مدیریت بشود و بخش‌های دیگه توسط حکومت افغانستان، اما با این نوع که او ساختار نظم گریزانه نباشد. یعنی طالبانی که در بعضی ولایت هستن اینا تحت تاثیر حکومت مرکزی باشند، توسط حکومت مرکزی تعیین بشوند. این دیدگاه آمریکایی‌ها هست. یاد شما باشه که تا انتخابات سال 1398 خیلی از مسائل در خصوص صلح باید روشن شه. جناب تمنا صاحب تشکر از شما. بینندگان عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم. جناب ناجی، بسیار فشرده لحظه های آخری برنامه است. فکر میکنین که امریکایی ها از حکومت تازه پاکستان خواستن که بر ضد تروریسم اقدامات جدی بکنن؟ فکر میکنین که این حکومت تازه پاکستان روی کرد تازه به سیاست های افغانستان خواهد داشت و اون تروریسم که امریکا این حکومت تقاضا داره که مبارزه که چی خواهد بود در حالی که خودش با طالبان وارد گفتگو است؟ این درخواست را من بیشتر یک کلیشه معمول میبینم که بعد از تغییر مثلا صدر اعظم ها در پاکستان یا تغییر دولت ها امریکایی هم یک مسئله را مطرح میکنن و این هم همه شما ما شما میفهمیم که تغییر حکومت ملکی در پاکستان هیچ تغییری در سیاست این کشور در امور کلان منطقه ای نمیاره. بسیار کوتاه جناب ناجی، با این تحلیلی که دوستان دادن، افغانستان به طرف صلح روان است یا به طرف یک دیوار بلند بنبست سیاسی دیگر؟ من این رو با یک اگر جواب میدم. اگر همزمان با ای که امریکایی ها برنامه صلح خود پیش میبرند که برای ما قابل درک است، چون این طرف نمایندهشان در افغانستان یک حکومت ضعیف است که از پس چنین کاری بر نمی آید، همزمان با او اگر روندهای ملی دیگر مثل انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری را درست و مشروع برگزار بکنن و در افغانستان یک نمایندگی سیاسی مشروع قابل اعتماد به میان بیاید، در او صورت ما میتونیم از یک بنبست سیاسی جدی عبور بکنیم. تشکر. اما اگر این طرف کاملا پروسه های ملی نادیده گرفته شود و تمام تلاش ها برای رسیدن به صلح به هر قیمت متمرکز باشد، در او صورت اول ما و
و در دراز مدت آمریکایی ها همه سرمایه گذاری های 10 سال گذشته را از دست میدیم. تشکر، سپاسگزار هستیم. جناب مستاق، شما چی فکر میکنین؟ زما فکر سره دی مونږ دی افغانان لپاره له هر شي نه صلح مهمه ده، او طالبان باید په دې باندې پوشي چې کدوی غواړي چې په دې ملکی راشي او سیاسي قدرت ولري، نو دا په قبرستانو باندې دوی نشي کولای چې بیا حکومت وکړي، دا به خلکو باندې حکومت کوي. واقعیت چیست؟ یعنی ما دغه بانه، دغه بانه دوی باید ونه کی چې دلته شورای صلح ده، زه دغه سره خبرې نه کوم، یا دلته مثلا په دې حکومت کې فلانه ده، دوی د افغانستان د خلکو سره صلح کوي. تشکر، سپاسگزار هستم. جناب میر، به صورت بسیار کوتاه شما چه فکر کنید؟ من در کوتاه بسیار نظر منفی دارم، بدبینانه. ما به این عقیده شدیم که طالبا فعلا در محوریت قرار دارن و اینا ابتکار را اتخاذ خواهد کردن که خودشان با جناهای مختلف سیاسی مستقیما داخل مذاکره شوند و حکومت افغانستان را دور بزنه و حکومت مفهوم خود را فعلا هم از دست داده. اگر انتخابات دگام دچار مشکلات شود و واقعا گفتی آقای ناجی ما به یک نظامی که مشروعیت از مشروعیت برخوردار باشه به اون نظام نرسیم، متلاشی شدن نظام است در کابل. سپاسگزار هستم. استاد، آخرین جمله های شما. من فکر میکنم یک بازنگری بسیار جدی باید در خصوص صلح صورت بگیره، به ویژه در قسمت شورای عالی صلح. شورای عالی صلح به لحاظ ساختار تشکیلات باید پاسخگو بشود. دوم، صلح باید از پروسه به پروژه تبدیل بشود، یعنی ما بتونیم که بازه زمانی میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت به او تعریف کنیم. این باید مورد بازنگری قرار بگیره. ما بعد از تجارب 8 سال گذشته خود در خصوص صلح بیاموزیم و تا این کارا صورت نگیره و بازیگران دخیل در صلح همه مورد احترام قرار نگیرند، تا منافع طالبان در افغانستان به رسمیت شناخته نشود، تا منافع مشروع پاکستان در افغانستان به رسمیت شناخته نشود، امکان دستیابی به صلح غیر ممکن است. سپاسگزار هستیم. بینندگان عزیز، برنامه این هفته ما در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعدی و هفته آینده شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شاد و خرم باشید. سپاسگزار هستیم از مهمانان عزیز که در بحث اشتراک کردند و همچنان سپاسگزار هستیم از شما که با ما بودید، با امید یک افغانستان آرام که همگان بتوانند در صلح زندگی کنند.